سازمان مجاهدین انقلاب ایران اسلامی به تازگی با انتشار بیانیه‌ای حصر خانگی رهبران جنبش سبز و همچنین بازداشت اعضای شورای مرکزی این سازمان را محکوم کرد. علی باقری یکی از اعضای شورای مرکزی این سازمان است که نزدیک 10 روز از بازداشت وی می‌گذرد. در همین ارتباط گفتگوی تلفنی انجام دادیم با همسر ایشان سرکار خانم ثابتی از تهران. خانم باقری، در خبرها اومده بود که آقای علی باقری مدتی که در بازداشت هستند. شما از چگونگی بازداشت ایشون و دلیل این بازداشت خبر دارید؟ روز 24 بهمن ما ظاهرا بعد از با ایشون تماس گرفته میشه از وزارت اطلاعات و ایشون رو دعوت میکنم به یه گفتگوی پیرامون مسائل حالا انتخابات یا مواضع سازمان مجاهدین که ظاهرا قرار میذارم برای 25 ساعت 10 صبح دفتر وزارت اطلاعات توی پاسداران. به اتفاق ما رفتیم به اتفاق ایشون و ایشون چون سایر دوستان هم همچین احضاری داشتن و گفته بود شده بود آزاد بودن، یعنی مشکلی برشون پیش نیامده بود، با همین نیت رفتم برای بحث و گفته بود. بعد از 2 ساعت به اتفاق چند تا مامور اومدن منزل ما و یه پیشه البته من 10 دقیقه دیرتر از ایشون رسیدم، اگرچه همراه هم بودیم. ایشون مانع از این شد که من بیام بالا، گفتش که بچه از مدرسه میان نمیخوام این صحنه رو ببینن، شما دم در منتظر باش. ولی من 10 دقیقه که گذشت دارم تا نیومد رفتم بالا، دیدم 4-5 نفر از آقایون که این شخصی ما رو که تو اتاق خواب بود به خصوص کتابخونه من رو ظاهرن گشته بودن، زیرو کرده بودن، یه سری وسیله ها رو جمع آوری کردن به منظور این که با خودشون ببرن، از قبیل اینکه مثلا دفاتر تلفن بود، نمیدونم اسباب بازی دخترم بود و یه سری چیزایی که من اصلا متوجه نشدم که از آقای باقری اون لحظه سوال کردم، گفتن که وسایل شما. بعد از همونجا گیر شدم که این چه نوع برخوردیه دارید میکنید، من نباید ببینم شما چی میبرید. یکی از این آقایون که نسبتا سنشون چیزیتر از باقری بود برخورد تند و تیزی داشت که البته منم معترض شدم به این برخورد ایشون و بعد ایشون رو بردن. من اعتراض کردم، حتی اونجا به ایشون هم گفتم شما که قرار بر این قضیه نبود. البته یکی از آقایون برخوردش نسبتا ملایم‌تر بود، گفتن نه بحثا ناتمام مونده، قراره که ادامه بدیم، حالا شاید ظرف 1 هفته 10 روز آینده ایشون برگردن منزل. به علتی که بحثا ناتمام مونده حالا میخوایم از ایشون که در خدمتشون باشیم. و ایشون بردن، من اونجا سوال کردم مراجعه کنم، گفتن دادستانی، دفتر دادستانی. ولی تو ماشین که یه مامور همراه ما بود گفتش که ایشون احتمالا میرن اوین و انفرادی. ما 1 هفته از ایشون خبر نداشتیم. من به فاصله 24 ساعت بعد رفتم دفتر دادستانی. اونجا اینقدر به خاطر قضایی 25 بهمن شلوغ بود که اصلا پاسخ منو ندادن. بعدم گفتم وزارت اطلاعات ربطی به ما نداره، بی خود به شما گفتن رو باید اینجا مراجعه کنید. همین تا اینکه روز عید دوشنبه تلفن خیلی کوتاهی داشتیم، معنی برای اینکه حالم خوبه چون ایشون میدونه فشار خون داره، گفت حالم خوبه، قرصام هم میخورم، انفرادی هستم، جای نگران نیست، شما من از جانب شما خیالم راحت باشه، شما از جانب من خیالتون راحت باشه. من هر روزم رفتم دادستانی نامه دادم، منتها اونا گفتن اصلا به ما مربوط نیست، وزارت اطلاعات هیچ ربطی به ما نداره، بی خود به شما گفتن بیاید اینجا. ایشون اعلام کردن که در کدوم بند زندان اوین هستند؟ نشد بپرسم در کدوم بندن، ولی اینو پرسیدم که انفرادی هستی؟ گفت بله و بازجویی ها ادامه داره. اصلا من متوجه تقدیم اتهام شده نشده، اصلا یا همون بحث و مباحثه است که خودشون گفتن همچنان ادامه داره، هیچی اطلاع ندارم از وضعیت ایشون. شما وکیلی هم برای ایشون گرفتید؟ نه، من ظاهراً پرسشو کردم که این مقطع تقسیم اتهام نشه و ایشون خودش زنگ نزنه به ما بگه که چی کار باید بکنیم، فعلا دست نگه داشتم، چه بسا امیدوارم که تا هفته آینده آزاد بشن و به منزل برگردن. ولی خب هنوز هیچ چیزی روشن نیست، ظاهرا باید این زمان بازجویی تموم بشه اونطور که بالاخره سابقه افرادی که این بلا دچار شدن این گونه بوده که تا بازجویی تموم نشه و ایشون تماس نگیریم که چی کار باید بکنیم، من هیچ کاری نباید بکنم، فقط منتظریم زمان بگذاره انشالله ببینیم وضعیت ایشون به کجا میرسه.